از اونجایی که خیلی از دوستان کامنت نوشته بودن توی اینستاگرام و یوتیوب که ما نمیایم مهمونی به خاطر اینکه دعوا میشه، ما تصمیم گرفتیم این تیکه آخر رو هم ضبط کنیم که بهتون نشون بدم علاوه بر اینکه دعوا نشد، با خیلی از دوستان خوبی اینجا آشنا شدیم که الان بهتون خودشون معرفی میکنن. برداشت سوم بریم کروز بده. اسمش چیه؟ یادیه دیگه. اسم کانال؟ هفته دیگه میخوایم همدیگر ببینیم، یعنی انقدر بهمون خوش گذشته، انقدر دوستای خوب پیدا کردیم که میخوایم تو ارتباط بمونیم. آقا فیلتر داریم؟ فیلتر واسه چی؟ نمیشه خانوما بدون فیلتر جلوی دو کامرا نمیاد. حالا من یه سوال خیلی مهم ازتون دارم. شما همتون سابسکرایب کردین؟ من اصلا کانال رو فالو ندارم الان که دارم نگاه میکنم. این آقازاده شما به خودت هم حال میدی. خب آقایون خیلی گرفتن، دو تا سه، یعنی سه نگم شروع نمی کنی؟ ایرانی ها همیشه تصور دارم، من هر وقت بهشون بودم یه جشن ایرانیه، کنسرت ایرانیه، بیاییم با هم بریم، گفتن نه ما نمیاییم اونجا، دعوا میشه، این میشه. ولی من خیلی جشن ها شرکت کردم، خیلی کنسرت ها شرکت کردم، اصلا دعوا نشده. همه چی بستگی به انرژی خود آدم داره، پرستیژ خود آدم داره. این چند روز کنار همه ایرانی ها خیلی خوش گذشت، ما دوستای خیلی خوبی پیدا کردیم. به شما هم توصیه میکنم تو سفرهای دیگه با ما باشید. تعطیلات قبل از سال نو خودمون هستیم، سال 1300-401. شما نهار خوردی؟ این نهار نخورده الان راضی هستین چکه؟ امیدوارم که سال خوبی داشته باشین. سه روزی با توی جمع ایرانی ها بودیم، یه سفر کوتاه داشتیم، خیلی خیلی خوش گذشت. الان هم خدمت تمام دوستان پیشا پیش عید به همه تبریک میگم. واقعا این چند روز خیلی سفر خوب و خاص بود، جای همه دوستان خالی. سلام به همه دوستای ایرانیمون، منم واقعا خیلی خوشحالم که در جمع شما دوستان بودم، دوستای خیلی خوب پیدا کردم. سال نوتون مبارک. من اولین مهمونی ایرانی بود که چه دوسلدورف چه کشت کروز انرژی پلاس نمیدونم اسمشو درست کنم پرسی کروز دعوت شدم. خیلی به من خوش گذشت، اصلا انتظار نداشتم که توی جمع ایرانی ها باشم و اینقدر بهم خوش بگذره. برای من که اولین بار بود خیلی بهم خوش گذشت، خیلی دوستای خوبی پیدا کردم و خیلی خوشحالم از اینکه اینجا هستم و شما رو میشناسم. یوسف هستم، خوشحالم که توی جمع ایرانی ها بودم، دو شب خوب داشتیم توی کشتی. امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشید. بره پول خیلی مهمه، استرس، دوستای خوبی پیدا کردم، همتون خیلی کم بودیم با هم ولی خوش گذشت، امیدوارم سال خوبی داشته باشیم. من کامنت انگلیسی هم گذاشتم سابان علیزه. شما قبلا کانال رو آن سابسکرایب کرده بودین؟ من اصلا کانال رو فالو ندارم الان که دارم نگاه میکنم. خیلی بده، خیلی بده، خیلی بده. ما رو بگو با کیا اومدیم کروز. منم سلام عرض میکنم، سال نو رو به همه تبریک میگم، امیدوارم که همه سال خوبی داشته باشن. یه سفر خیلی خوبی داشتیم با دوستان توی کشتی، متاسفانه خیلی کوتاه بود ولی خیلی خوش گذشت. واقعا ما همه گفتیم این سفر یه شب کوتاه بود، دیشب یخا آب شد، خیلی امروز باحال بود. دیشب تا ساعت 4 نشسته بودیم میگفتیم و میخندیم. خیلی خوش گذشت. خیلی خوش گذشت. صاحب کوچیک‌ترین مسافر کشتی. هر چی که خودت به آلمانی بگو به فارسی. سام دیشب ما رو تا 4 شب همراهی کرد واقعا. دمت گرم. صداش در نیومد، خیلی اذیتش کرد. دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز می‌خوایم یه دور اساسی توی کشتی 5 ستاره‌ای که قبل از ایام نوروز سال 2401 برای فارسی زبون‌ها برنامه‌ریزی شده بود بزنیم و ببینیم چی داشت چی نداشت. من توی کل کشتی حرکت میکنم، هر چیزی رو که پیدا کردم و میدونستم جالبه براتون توضیح میدم و ببینیم چیا میبینیم.
به نظرم ارزش دیدن داره. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید. اگر در کانال هنوز عضو نیستید حتما روی دکمه سابسکرایب فشار بدید و در کانال عضو بشید. ویدیوهای مختلفی براتون در نظر میگیریم تو این کانال. برو بریم. خب اول از همه مسلماً از اتاق که میایم بیرون یه راهرو خیلی خوشگل داشتیم که خیلی شیک نورپردازی شده بود. اینجا میرسیم یه لابی خیلی خوشگل داره، اون جلو هم کلی پوسترهای خوشگل تبلیغاتی بود که میبینید خانوم هم حسابی مشغول عکاسی هستن. با اتاقای طبقه پایین شروع میکنیم. اتاقای طبقه پایین یه کمی ارزون تر بودن خاطر اینکه پنجرهای کوچیکتری دارن. پنجرهای کوچیک قضیهش چیه؟ میبینید اینجا اون پنجرهای کوچیک رو میبینید. در واقع چون پایین ترین سطح هست و نزدیک ترین جا به آب هست، ما تقریبا تا وسط های این دیوار آب داریم و شما اگر وایسید میتونید آب رو ببینید. خب جذابیت خودش رو هم داره و خلاصه اینجا هم دارید میبینید یه فیتنس روم یا اتاق ورزش خیلی شیک و خوشگل با ایرکاندیشن و همه چیز. اینجا هم یک حالت بگیم فروشگاه، نه بگیم گالری کوچیک از یه مارک خیلی معروف هست که به ما یه گوتشاینش رو هم دادن. میبینید اجنا هست، در واقع یه گوتشاین 50 یورویی هم ما گرفتیم برای خرید. میبینید که برای ایام نوروز برای مسافرای در واقع فارسی زبون یک آپشن خاص هم گذاشتن، اونم ماساژ صورت و گردن و دست و اینا هست که 40 یورو هست و 30 دقیقه طول میکشه. اتاق خیلی تر و تمیز و شیک. این اتاق من هست. دو تا کمد لباسی خیلی بزرگ. ویو خیلی خوب. اتاق یکم گرانتر از اتاقای پایینه. به خاطر همین پنجره. اتاقای بالا بالکن هم داره غیر از پنجره که حالا آدم میتونه اگر دوست داشته باشه تو بالکن بشینه که حالا من اونو انتخاب نکردم. اینجا هم حمامش هست. اینجا هم خیلی تر و تمیز و شیکه. دو تا هدیه خیلی خوبم گرفتیم. گوتشاین از شافقات و ایجنر، فکر کنم یه مارک لباسه اگر اشتباه نکنم، و دو تا هم هدیه نوروزی اینجا ظاهرن هست که من باز نکردم، میذارم واقعا شب سال نو بازش میکنم. عادت میکنم بایرم زمستون رو سر میکنم بایرم خستگیم یه سفر رویایی با کشتی کروز در جمع ایرانیا. سه روز کنار همدیگه باشیم، با همدیگه آشنا بشیم، یه سال خیلی خوبی رو شروع کنیم. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. آقا من میرم. نه همه خوبه. کات میتونه بخونه. کات